مذاکرات بین الافغانی از دیروز در دوحه پایتخت قطر بین هیئت دولت و طالبان آغاز شده. در این مذاکرات پومپئو وزیر خارجه آمریکا و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان حضور دارند. مذاکرات بین الافغانی در شرایطی که در 10 اسفند 98 بین آمریکا و طالبان توافق صلح منعقد شد. بر اساس این توافق آمریکایی‌ها و تمامی نیروهای خارجی باید ظرف 14 ماه کشور افغانستان را ترک کنند. همچنین مذاکره اخیر در شرایطی که در اواخر مرداد کابل 400 اسیر طالبان را آزاد کرد. حالا پرسش اینه که آیا اراده طالبان و دولت کابل برای توافق واقعیه و امکان صلح وجود داره؟ در ابتدا باید توجه داشت در چند وقت اخیر همچنان درگیری بین طالبان و حکومت در جریان بوده. همچنین بخش بزرگی از نیروهای درون طالبان به ویژه شبکه حقانی با هر گونه مذاکره و توافق مخالفند. همین امر موجب شد که قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی دوحه چند بار ترکیب هیئت مذاکره کننده طالبان تغییر کنه. در سطحی دیگه واقعیات میدانی نشون میده که حالا طالبان و حکومت مرکزی ابتکار عمل رو در دست ندارن. در واقع آمریکا و پاکستان دو بازیگر اصلی صحنه مذاکرات بین الافغانی هستن. پاکستان به دلیل فشارهای وارده از سوی آمریکا طالبان رو وادار به حضور پشت میز مذاکره کرده. آمریکا هم دولت افغانستان رو وادار به پذیرش شرایط صلح خودش با طالبان کرده. همچنین شکاف راهبردی عمیق بین طالبان و حکومت مرکزی حصول توافق رو بسیار دشوار کرده. خط قرمز کابل قانون اساسی و حفظ نظام سیاسیه، اما طالبان تشکیل امارت اسلامی رو خط قرمز خودش میدونه. اما در این بین دولت آمریکا قصد داره از هر طریق ممکن طالبان و کابل رو در روند مذاکرات حفظ کنه. هدف اصلی ترامپ اینه که از مذاکرات بین الافغانی در مقام دستاورد سیاست خارجی خودش یاد کنه.